با سلام، برنامه دیگر از نام‌ها و یادها و همچنان در کنار استاد عباس مایری با سابقه بیش از نیم قرن فعالیت در همه زمینه‌های هنری، همونطور که قبلا شنیدید و یا از این لحظه به بعد خواهید شنید. آقای مایری، برای من گفتگو با شما همونقدر آسانه که دشوار. آسان برای شخصیت شما، احترامی که به شما دارم، آگاهی که از کارهای شما هست، دشوار برای اینکه از کجا بگوییم و چگونه بگوییم. خود شما کمک کنید که قبل از اینکه به فرانسه برگردید، این دامنه فعالیت‌های شما تا کجاها رفت و از کجاها اومد؟ با تشکر از لطف جناب علی، من باید عرض کنم که در ایران هم من هرگز راحت نمیتونستم بمونم، باید یک کاری میکردم و علاوه بر اینکه نقاشی و مجسمه سازی کار اصلی من بود، خب به کارهای تئاتر و غیره پرداختم و موسیقی همینطور. شما نوازنده ساز هستید؟ بله، ستار میزدم و شاگرد موساخان معروفی بودم یه مدتی و بعد دیگه ستار رو به دل خودم میزدم و یا به جمع مختص دوستان وقتی با هم جمع میشدیم. اون ترانه مشهور دیگه، این دل برای ما دل نمیشه؟ بله. یعنی برای دل خودتون زدین؟ اونم برای دل خودم زدم، ولی که بعد آشنایی پیدا کردم با بیژن مفید. بله. بیژن مفید در برنامه کار چیز بود، کار شهر قصه بود و اکثرا در ایشون رو یا در منزل خودم میدیدم یا در منزل فهیمه راستگار. فهیمه راستگار و اینا، اون موقع همینطور که در مصاحبه‌های قبلیم گفتن، هر کسی فضای خودش رو پیدا میکرد. درست. و این به من پیشنهاد کرد برای ساختن ماسک صورت‌های این هنرپیشه های شهر قصه که من غالب صورت های اونها رو گرفتم و اتفاقا تو این برنامه گاهی کارهای مسائل خنده‌داری هم پیش می اومد که دیگه ازش میگذرم. و بعد از من خواست که وقتی شهر قصه رو به راه شد، اون قسمت آقا موشه رو که میگه تو منو دیوونه کردی، دل ای دل، اون رو من چیز بکنم، با ستار زدم. و این ستار منی که یعنی پیانو هست و ستار شد. ستار، بله. قسمت اولش نه دیگه، این بر ما دل نمیشه با پیانو، قسمت دومش تو من دیوونه کردی، اون با ستار من. بله. که این هم بازی یکی از پیانو یوسف شهاب گفتم فکر میکنم. بله. و این حواظ یکی از کارهای منه. و بعد کارهای دیگه هم، خب شرکت در نمایشگاه هایی بود در ایران دادم که حتی قبل از آمدنم یه نمایشگاهی بود که در موزه ایران باستان چیز شده بود که اونجا اتفاقا اول تابلوی من رو اولیا حضرت خرید، اولیا حضرت شهبانو. و بعد از این معصومه سیحون زندیاد اصرار عجیبی که بیا کاراتا تو گالری من هم بذار، که چند تا کارم به گالری ایشون دادم. و قبل از این هم در گالری برگز اکثرا هر بار نمایشگاه های دست جمعی بود مجسمه میگذاشتم. یعنی در واقع اگه به شما بورس دادن، پارتی بازی اسم و رابطه واقعا به عنوان یک هنرمند شایسته. ولی اون دیگه نه، بدون تعارف. بله، این کار رو کرده بودم. و بعد مثلا یکی از داستانه اتفاقات خنده‌دار این بود که در تهران که بودم، یک نقش برجسته قرار بود برای وزارت کشاورزی درست کنن. چه نقشی؟ و این نقش برجسته به طول 10 متر در نمیدونم 5-6 متر ارتفاعش بود، طولش 10 متر بود درازی. و من اینو ماکتش رو 2 ماه کار کردم و مورد تصویب وزارت فرهنگ و هنر رو اینها هم قرار گرفت و قرار شده بود که اجرا بشه. ولی خب از بخت من وزیر عوض شد. وزیر جدیدی که آمد گفت ما بودجه این کار رو نداریم. مگه امضا نکرده بودین؟ خب هنوز نه، به امضا نرسیده بود و هیچی. و این کار رو دستم بود و من نفهمیدم چطور شد. البته از این اتفاقات هم زیاد می افتاد. و ضمناً موقعی که دانشگاه پهلوی شیراز رو هم ساخته بودند، آقای منوچهر مقتدر
زنده یاد دو تا مدیون از یعنی از این چیز نقش برجسته های گرد برای آمفی‌تئاتر اونجا به من سفارش داد که یکیش پورتری شاه فقید بود یکیش پورتری ملکه فرح بود که این دوتا هر دو هم نیمرخ بودن که در اونجا بود از اینا خبر دارن اینا موندن یا من فکر میکنم همه داغون شدن و حتی اون مجسمه پروژه دیپلم من بود که چون خیلی خوب از آب در آمده بود این در چیز بود در حیات دانشکده تزیینی هنرهای بله. تزیینی این رو گذاشته بودن که سهراب رو چیز کرده بودن منتها بایستی شیوه مدرن که اتفاقا همسرم قبل از اینکه من رو بشناسه اون موقعی که اونجا تحصیل میکرد از روی اون مجسمه اسم من رو شنیده بود و اون مجسمه رو که دیده بودم و من از دور, من از دور میشناخت و خب این کارا رو کرده بودم در ایران آخه من یادمه در دفعات قبل که با هم صحبت میکردیم شما در زمینه سینما، بازیگری در زمینه نواختن ساز در کار تئاتر و حتی سینما بعد خود همین هنر تزیینی که نقاشی و مجسمه سازی و از همه زیباتر به سلیقه من جسارت منو ببخشید من آشنایی به این هنر به اون اندازه نیستم ولی کار مینیاتور و اون هم یک مینیاتور متفاوت این همه هنر رو شما در پی استعداد در پی علاقه چگونه به سمت اینها رفتید همونطور که در مصاحبه قبلی هم خدمت رو عرض کردم من از بچگی اصلا عاشق نقاشی بودم عاشق تصویر آره ولی نوازندگی بازیگری کار نوازندگی رو از 13 سالم بود که شروع کردم ولی که مادر من هم تار بسیار خوب میزد و پیانو هم حدوداً میزد منتها چیز موسیقی ایرانی میزد پدر شما هم در کار هنری بودن؟ اصلا خیلی آدم نازنین پدر اتفاً. خوبی بود و هیچ هم دوست نداشت که من دنبال این کارا برم تا اون آخر هم حدوداً تقریبا قبول هم میتونم بگم نداشت دوی کار این چیز استاد مایری نام هایی که روی زندگی شما میدونم تعدادشون خیلی زیاده ولی اونایی که واقعا رو شما اثر گذاشتن مثل همسرتون که مسیر زندگیتون رو هموار کردن چند تایی رو اگر دوست دارین به سلیقه بگید من در این من در ایران رو که شخصیت هایی رو که میشناختم در برنامه قبلی گفتم در فرانسه همیشه تصادف بود نقش تصادف در زندگی من نقش عجیبی داره اینجا هم افراد خیلی فوق العاده رو شناختم از ادبای فرانسه از مثل ژاک لاکاریر مثل اوا مایروویچ که آثار مولوی رو غزلیات دیوان شمس رو به فرانسه ترجمه کرده فوق العاده یا مثلا خانم شما آوازم خوندین در بله و در چند بار به همت شبیرانی البته اونم در اثر تشویق او بود من خودم جدی نمی گرفتم در کنسرتایی در رادیو فرانسه شرکت کردیم و یک بار هم فستیوالی هستش بود به نام فستیوال سنت بوم از اونجا از من دعوت کردن که به اتفاق شمیرانی بریم که روزها در اونجا برنامه های ادبی اجرا می شد و شخص شناس هایی از چین و از هند و اینها می آمدن و سخنرانی می کردن و شبها هم برنامه های موسیقی بود مال کشورهای مختلف مثل هند، مثل چین، مثل ویتنام و ایران ایران رو من چیز می کردم به اتفاق جمشید شمیرانی که اتفاقا یکی از این شبها که اونجا خیلی این کار ما خوب از آب در آمده بود اون راهب در واقع که اون منستر رو اداره می کرد که صاحب چیز اون دیر بود از من خواست که روز بعد در نمازخانه اونجا من موقع ظهر که میشه اشعار مولوی رو بخونم و چیز کنم
و با ستار بزنم و جمشید شمیرانی هم کمکم بکنه. و ضمناً کنسرت تو یکی از کنسرت هایی که داشتیم در رادیو فرانسه با منیره جمالزاده و ژان توپر بود که او هم یک چیز دکلمه خیلی قشنگی از یکی از اشعار مولانا به زبان فرانسه کرد. بعد فستیوال دیگه ای هم که دعوت شدم در چیز بود، در 2003 بود، به فستیوال سینمایی سغلا که بعد از فستیوال ونیز، فستیوال کن یکی از فستیوال‌های مهم اونجا بود که در اونجا هم یک نمایشگاه داشتم و هم یک کلاس مینیاتور گذاشته بودم برای شاگردهای با استعدادی که از اقصی نقاط فرانسه می آوردن. و در اون با این فستیوال باعث شد که با هنرپیشه‌های خیلی تراز اول مثل فرانسواز فابیان و ژان پیر پکری و خیلی های دیگه، کلود ریش و اینها آشنا بشم که این آشنایی همجور ادامه پیدا کرد. اونجا بود عباس کیارستمی رو شناختی؟ بله. و یک روزی که توی چه حالا این خیلی داستان جالبیه که در نمایشگاه خودم بودم، یکی آمد گفت یکی از هموطنهای شما هم آمده. بعد این دفعه دیدم عباس کیارستمی آمد اونجا و دیگه با هم دیگه سلام و علیک و احوال پرسی و اینا، اونجا باش آشنا شدم. اگرچه دورا دور میشناختمش اون موقع که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای تهران بود و بعد گرفتاری شده بود، برای اینکه هممون در یک هتل خیلی مناسبی در سلا زندگی میکردیم. و بعد خبرنگارهایی که آمدن مصاحبه کنن میگفتن ما اینجا دو تا عباس هست، یکی عباس هست که فرانسه بلده، یکی عباس هست که چیز فرانسه بلد نیست، نمیدونم کدومشون فیلم درست میکنه کدومشون نقاشی میکنه، که این چیزش هم من دارم، مقالش هم دارم که تو روزنامه سودوست معجز شده بود، منتشر شده بود. و اینطوری با عباس کیارستمی آشنا شدم که اتفاقا این متن چیز قشنگی هم برای من برای نمایشگاه. من فکر کنم یکی از زیبایی کار امثال شما این بود که از یک خانواده و یک ارتباط، یعنی شاعر، عکاس، فیلمساز، همه همدیگر رو میدیدن. بله. و رقابت بود ولی حسادت نبود. نه نه نه. اما در نسل امروز متاسفانه با همه استعدادهای قابل احترامی که میشناسیم، این اخت و این پیوند غایبه. و متاسفانه حیف. نه. و حیف. استاد مایری، میدونم امروز گرفتارین، محبت کردین در این اولین روزهای بازگشای قرنطینه بدون ماسک، من بدون ماسک بله هم دیگر رو میبینیم. واقعا میگم دشواری در این است که از کدوم بخش زندگی شما باید بیشتر گفت و اگر نگفته شد چه چیزایی است. برمیگردم به کار همیشگیتون، نقاشی، مینیاتور و مجسمه سازی. آیا فکر میکنید از اون چه که میدونیم موفق بودید میتونستید موفق تر باشید، در اونم در فرانسه؟ شاید، برای که ببینید چرا؟ نقاشی برای که انتها نداره، شما هر باری کاری میکنی میخوای یک کاری بهتر بکنی. و من فکر میکنم اونجایی که یک نقاش یا یه هنرمند فکر کنه که دیگه کامله، اونجاست که دیگه سقوطشه، چون باید آدم همش در طلب چیزهای به اصطلاح بهتر باشه. آخه میگم فرزند کمتر، نه بیشتر از دوتا. بله. ولی شما باید تا بی‌نهایت. نه بله. و چون خودم بچه و اینا هم که پیدا نکردیم، با همسرم اصلا چیز نبودیم و اینا همه بچه های من هم. و این بچه های من همه جای دنیا تقریبا هستن، از سوئد گرفته، آلمان گرفته، امریکا گرفته، همه جا، هر جای یه گوشه ای از من هست. و وقت زیادی نمونده، دقایق آخر این برنامه هستیم، دلم میخواد کار منو آسون کنید، سوال آخر رو خودتون از خودتون بپرسیم. سوالی رو که باید بپرسم که اگر دوباره متولد میشم چی کار میکنم؟ هرچی دوست دارم. همین کار رو میکنم. به همین تعداد؟ به همین تعداد، با همین تلاش. با آرزوی موفقیت برای شما، با سپاس مجدد از اینکه این فرصت رو بار دیگر معیا کردید. آخرین نمایشگاهتون که بودم
نمایشگاه بعدی کجاست؟ نمایشگاه بعدی فکر میکنم در سالن پاییزه پاریس باشه. بله. و هنوز و الان در ممکنه باز یک نمایشگاه دیگری هم باز توی گالری اتین دو کوزان بدم. حالا این بستگی به پایان ماجرای کرونا و از این صحبت ها داره که بی خودی آدم مردم رو نکشه و مبتلا بکنه، و امیدوارم که این مسئله هم تموم بشه و زندگی به حال عادی برگرده. وعده ما با بینندگان تلویزیون ایران فردا، گزارشی از استاد عباس مایری در برنامه زیر آسمان پاریس. نه.